بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با حمید بیگ عضو مجلس نمایندگان و همچنان فهیم کهدامنی و دانشگاه که در استیدیو با ما هستن مهمانان عزیز با برنامه خوش آمده سلام سلام آقای کهدامنی گفت های سال افغانستان یا مذاکرات درباره آجندا در, در سومین روزم ادامه پیدا کرد فکر میکنین که در این گفتگوها چه برای هر دو حیات مذاکره کنندم مهم است؟ به نام خدا حیات جمهوری اسلامی افغانستان برایشان خیلی مهم است که آتش بس اعلان شود چون در دوره قبلی که پنج هزار زندانی طالب ها را دولت افغانستان آزاد کرد طالبها متاسفانه حاضر به هیچ گونه امتیاز یا کوتا آمدن از موقفشان نشدند بلکه در همه حدود سه ماهی که مذاکرات جریان داره پی هم هم حملات طالبها ها به ها و قریجات مختلف وجود داشت و هم حملات انتحاری را انجام دادند بنان برای حیات جمهوری اسلامی افغانستان اعلان آتش بس گپ خیلی مهم است اما مسئله دیگه ای که برای طالب مهم است اینکه که با همه فرصتی که برای طالب ها داده شد در این مدت هم از طرف حامیان گذشتهشان و هم بعد از توافق نامه ای که با ایالات متحده امریکا امضا کردن امریکایی ها فرصت که برشان دادن طالب ها نتانستن حتی یک ولسوالی افغانستان هم به شکل درست در کنترل بگیرن و یک اداره ایجاد کنن یعنی تا. یعنی مهمترین مسئله حالا آتش بس و کاهش خشونت است دقیقاً دقیقاً مهمترین مسئله موضوع آتش بس است برای نمایندای جمهوری اسلامی افغانستان و دیگه ای که طالب ها که اینجا یک نظام وجود داره بیاین بپ... بپیوندن به پروسه صلح و بخش از نظام افغانستان شوند درست ممنونتون آقای بیگ طالبان مطابق آنچه که توافق طالبان با امریکا می خواستار از این که هفت هزار زندانی دیگرشان در کمتر از ده روز آزاد شود و پیشرفت در قسمت رهاییشان صورت بگیرن بسم منطقی رحی... بوده می این مسئله با توجه به خشونت ها در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم رحم. سلام با شما از طریق شما به ملت مسلمان افغانستان شما آگاهی دارین که تقریبا مدت بالاتر از یک ماه زیادتر شد یا دو ماه که 5000 زندانی را بدون قید شرط رها کردند. و در س... فعلا در 36 شش ولایت جنگ به شدت ادامه دار اونون 5000 زندانی هایی بودن که حتی یک زمانتی هم موجود نداشتن که می... از اینا زمانت گرفته میشود و به صفوف مخالفین نمی رفتن. شما ببینید یک از قبندان های بسار بر طالبا رها شد امروز بر جنگ قرار دارن شما باور داشته باشد هر شب هر شب در ولایتها ما شدت بخشیده جنگ باز هم انها میخواهن که هفت هزار زندانیا که اونها ب هاران سبازا ب شهادت رسیدن هزاران سربازما ا دستگیر شدن بدون قیدشر شد ها رها من جپها کلان به ملت افغانستان میکننسنونجا آقای کاهدامنی مسئله رهایی زندانیان مسئله است که حالا هیچ اعتماد وجود نداره در صورتی که آتش بس پذیرفته نشه از سوی طالبان فکر میکنین که منطق داشته باشه این مسئله یا حکومت افغانستان کوتا و بخواهی که زندانیان را رها بسازم مثل که قبلا زندانیان و طالبا رها شده خب وضعیت مثل که حال وجود داره وضعیت دوام پیدا میکنه متاسفانه اما برداشت ما است که بالای طالب ها هم فشار زیاد است هم از طرف پاکستان کشورهای عربی که خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس که کلا سیاستشان را نسبت به 3 4 سال قبل تغییر دادن فشار بالای طالبها ها زیاد آورده و طالب مجبور است که بپذیره این وضعیت را و مسئله دیگه ای که در جغرافیه که طالب فعالیت میکرده حال عملا دایش هم در بعضی از اون مناطق حضور داره حتی همین 5000 زندانی را که در گذشته حکومت افغانستان آزاد کرد یک تعداد از اینا با داعش رفتن یعنی طالبها ها نتونستن مسلط باشن با یا کنترل داشته باشن بالای از اینا و مشکل دیگه ای که هنوز زیاد علنی نشده یک بخش مهم از گروه طالبا که همو بخش نظامیش است اونا فقط ظاهرا با طالبا از همه کارای از اونا با گروه داعش دا در همه است منظورم شاخه حقانی است شاخه حقانی یادتان باشه که اگر گروه طالب ها شورای کویته همه از اینا با حکومت افغانستان صلح کنند بین به پروسه صلح بپیوندن حتی در حکومت افغانستان برشان منصب های داده شود اما شاخه حقانی نمی یک جای نمیشه با حکومت افغانستان با پروسه سال تن نمیته اونا نفشان را در جنگ میبنن به اصطلاح همون پیداوارشان در جنگ است و از همی را تمویل میشن تشهیز میشن ممنون آقای بیک حالا در مورد رهایی هفت هزار زندانی طالبان اگر تصمیم گرفته شود فکر میکنین کی میتونه تضمین بکنه که طالبان مثل گذشته و میدان های نبرد برنامه نمیگردن خشونت ها را افزایش نمیتن یا به گروه های هر افغان دیگر مثل داعش و غیره نمی پیوندن اینجا خو شما ببینید مدت دو ماه بالاتر شد که در قطر جلسه آغاز شد تا امروز این نتیجه ایدم یک مصفتی را به ما ارائه نکردن از اون, از اون جلسه اوونه ټاکید درن هميشه ټاکید درن کوي چې بای زندانيو مآه رها شون از جناب برادر بزرگوار ما وکتن چې ازو نه هیڅ یو چراغ سبزي هم نشن دادنه شو به ملت افغانستان خاصه ما جناب رئيس جمهورري امي است از جناب ډاکټر صاحب عبد الله امي است بایس نمندې ملت افغانستان یو ضمانتي بایس صورت وګره ایده ای, ای ما نمیگیم که با... افغانستان باید رها شون مگر تحت یک ضمانت البته اما نه راه بس آقای قبل از این هم وقتی که طالبان رها می شدن حکومت افغانستان گفت که از اینا زمانت هایی گرفته شده ولی دیده شد که اینا دوباره به میدان های نبرد برگشتن جامعه جهانی و امریکا در رس هم این مسئله گفته بود که طالبان تعهد کردن آقای خلزاد این مسئله رو روشن کرده بود که طالبان تعهد کردن که خشونت ها را کاهش میدن ولی دیده شد که برعکس عمل کردن حالا چگونه یک تضمین میتونه وجود داشته باشه ما قبلا هم دو ماه پیش دمیجه گفته بودم که خود خلیزاد سخنگوی طالباز آمی اصلی طالبا خود خلیزاد است اگر آمی نه بود یک طرفه قضاوت نمی کردن شما ببینید امروز هر شب در نقطه نقطه افغانستان سربازای ما اینجا به شهادت میرسه ملت افغانستان به شهادت میرسه در شهر کابل هم تضمین بکنم بله دقیقاً ما ما که نمیتونه اینو کرده بتونه ما جناب رئیس جمهور از رهبرای سیاسی خواهشمند هستم دیگه دست, دست به دست بتن تا بتانیم که به یک پایدار برسیم دیگه چاره نداریم دیگه ممنون آقای کهدامنی <تصفح> <تصفح> وقت تضمین وجود نداره و امریکا هم این مسئله رو تضمین کردن نمیتونه چون معلوم شد که طالبان تعهد کردن آقای خلزات این مسئله رو مطرح کرده بود ولی برعکس عمل کردن حالا باز هم اگر قرار باشه که اینا تعهد بکنن چه تضمین وجود داره که اینا برعکس عمل نمیکنن به نظر من قرار نیست که تضمین را امریکا بکنه خب حکومت افغانستان حیات مذاکره کننده که از اینجا رفته اینا در همی گفتگویشان در همی مراوده ای که اینا می داشته باشند باید زمانت بگیرن ما متاسفانه در همین 19 سال اخیر هیچ گاه یک موقف ثابت را از طرف رهبری حکومت افغانستان در مورد طالب ها شاهد نبودیم نه طالب را دشمن دشمن خطاب کردن به خاطر از که در مورد دشمن دشمن باز میشه تصمیم گرفته شود و نه دوست دوست خب یک نوع سلی رحمی در درون نظام وجود داشته در, در بخشای از نظام متاسفانه در موردشان بناان کسایی که جدا از امریکا این طرف خط یعنی در زیر بیرق نظام همیشه کوشش میکردن بر طالب لابی بکنن بر طالب کمپاین بکنن وساطت بکنن بین طالب ها و حکومت افغانستان خب اونا را بیشتر فعال بسازن تا یک که از طالب ها زمانت گرفته شود اما آقای کختامنی چگونه میشه از طالبان تضمین گرفته شود در حال که تعهدی را که طالبان با امریکا داشتن با کسی که توافقنامه را میخوان توافقنامیشون را با آنها اساس قرار بدن یا به حرفایشون بیشتر گوش میکنن وقت تعهد تعهد خود را با اونا شکستن وقت برعکس تعهدی که خشونت ها را کاهش بدن افزایش دادن حالا حتی اگر طالبان تضمینم بتن برای حکومت افغانستان چقدر قابل اعتماد خود بود خب اولین گپی که باید آتش بس صورت بگیره طالب ها تمام زندانی های را که دارن در اختیارشان اونا هم آزاد بکنن هفت هزار زندانی را که طالب ها مطالبه دارن که باید آزاد شود حکومت افغانستان جدا از زندان در یکی از جاهای دیگه اینا را زیر نظارت خود داشته باشه مثل او پنج هزار نفر دیگه نشه که دوباره به جبهه جنگ برگردن او پنج هزار که حکومت افغانستان آزاد کردن میتونن که خیلی واضح چگونه در جای دیگر آقای گهدامنی آیا ممکن است هفت هزار فرد دیگر باید از هفت هزار فرد را که از طالبان است رها میشن نظارت بکنن؟ منظورم نیست که هفت هزار نفر دیگه اونا را میشه مثل یک, 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 پادگان بزرگ نظامی واره اونا باشن یاد یا یک جای حرفه برشان آموختانده شود یا یک جای زیر تعلیم گرفته شوند گپ بیشترم تمام نشد اما اگر اونا بخواین برن از اول ناحیه بخواین برن به یک گروه دیگر به یا کارهای دیگر کنن کی میتونم این آزاد گذاشته نشن باید زیر نظارت باشن یک اندازه نسبت به زندان در رفاه باشن نه ای که آزاد شون میخوایم مسئله دیگه را یاد کنم که 5000 که آزاد شده هم طالب ها باید نشان بدن که های اونا در خانه هایشان راست یا در جبهه جنگ باید اقل در هر ولسوالی که هستن هفته یک بار در ولسوالی بر از اونا آذری انداخته همون همو پنج هزار زندانی که آزاد شده برن در ولسوالی اونجا آذریشان را امضا کنن بگوین که ما به زندگی ملکی برگشتیم دوباره نرفتیم به جبهه جنگ سلا نگرفتیم انتحار نمیکنیم جنگ نمیکنیم تایی که مطمئن باشیم که آزاد شده ها هم رفتن <applause> به زندگی ملکی و ای هفت هزار آدم دیگه از اینا هم که آزاد میشه اینا دوباره به جبهه جنگ بر نمیگردن مسئله دیگه که هنوز حل نشده است او حضور گروه های متعدد افراطی کشورهای مختلف دیگه زیر بیرق طالباز از داعش با مذرت القایده سازمان های کشورهای آسیای میانه چینایی ها اینا همشان زیر بیرق طالب فعالیت میکنن سرنوشت از, میشه؟ بله بله. سرنوشت از اونا چی میشه آیا اونا را به کشورهایشون تسلیم میکنن طالب ها به دولت افغانستان تسلیم میکنن اونا را یا ای که اونا را آزاد میگذارن که اونا در درست. برن در کنار داعش یک تشکیلات دیگه را ایجاد بکنن و جنگ و ناامنی را ادامه بتان ممنون آقای بیگ حالا وقت از رهایی 7000 زندانی طالبان صحبت صورت میگیره به احتمال خیلی زیاده که تعداد زیاد از اینا هم جنگجویان خارجی گروه طالبان هستن فکر میکنین که آیا باید اونا رها ساخته شوند و در صورتی که اگر آتش بس پذیرفته نشه فکر میکنین که باید حکومت افغانستان باز هم حسن نیت نشان بده یا خیر؟ ما در عرفای جناب کودامانی قوت میباشم شما ببینین که اولا خو پنجزار زندانی آخر رها شد امیجا خارجی بود داخبود هیچ وضاحت داده نشد که اینها کیها هستن از کجا ستن از کدام ولایات ست و کدام سمت رفت انها م یهک خواهش میکنم به حیس نمانده ملت افغانستان از خود ریاست جمهوری تا ریاست امنیت دولتی یک وضاحت به کلی به ملت افغانستان داده شوه ک هی 5 زا0 زندانیها فیلا در کجاست ای برای مردم یک وضاحت داده شد بخاطر از اینکه با مردم باید آگاه باشند در زمانی که لوی جرگه برگزار شد به گفته حکومت و نمایندگان مردم پسیده شد که باید رها شود یا چرا وضاحت نخواسته این آن زمان؟ سعی کنین اما وقت هم یک گروه یک عیاتی بود که وضاحت خواسته بود اینا گفتن که ما بدون قید شرط یکی خواه آتش بس این نه آتش شد نه دیگه شد این 5000 زندانیا رها شدن رفتم بس سوپو طالبو حتی از آدرس سخنگوی وزارت داخله شنیدیم که در ریاست امنیت سمنگان اونجا اینطوری صورت گرفت که یکی از زندانیا بود مسئله همین جاست که حالا حکومت میگه به اراده مردم به خاطر لوی جرگی که برگزار شد اونا تصمیم گرفتن که رها شود ولی شما میگین که وضاحت داده نشد چرا در همون مجلس وضاحت داده خ... وضاحت نشد نمایندگان مردمی صدا را بلند نکردن که در صورتی که وضاحت داده نمیشه تضمین داده نمیشه ما نمیخوایم رهایی زندانیان گفتن ما چی است ملت افغانستان تشنه سول است یک پدیده است که گم شده مردم میخوایه که به کدام شیوه میتانه که سلح بیایه با آرزوی سلح هستن شما ببینید همین پنج زار زندانیهای که اینها رها کردن بدون قیدشرط رها کرد امروز ملت افغانستان باور داشته باشین که 8د فیصد ملت افغانستان در آتش جنگ میسوزه اگر ب0 فیصدش کمکی که راحت باشه 80 درصد از در جنگ میسوزه یعنی می جنگ افزایش یا از یعنی از رهایی 5000 زندان باز از 7000 زندان یا که حکومت با رای مردم مراجعه شو یعنی باز هم لوی جرگی شکل بگیره که در مورد 7000 زندانی تصمیم بگیرن شما باز هم نمایندگان مردم و شماها باز هم موافقت خواهید کرد با این مساله دقیقاً ما یعنی باز زندانی چطور رها اینجا خوب یک گپی داریم رها شما البته یک زمانت صورت بگیره گپ جناب کدامانی صاحب از اینا یک زمانتی چطور گرفته شود؟ زمانتی که یا در جای اینا نگاداری شوند یا یک اینا رو انتقال بده به یک مملکت دیگه تا که یعنی یک آتش بس کلی بیان شاره ها باز شود برای ترافیک از این تار انفجار مردم نجات پیدا بکنن باز میتونیم که اینا در یک سول برسیم در غیر از اون اگر اینا رو رها میکنن شما باور داشته باشین یک قوت دیگه میباشه با به صفوف طالبان ممنون آقای کاهدامنی کیها ها مسئول این وضعیت افغانستان هستن فعلا که خشونت ها بیشتر شده با رهای 5000 زندانی طالبان کسایی که در 19 سال اخیر همیشه کوشش کردند که طالب را از چنگ قانون نجات بتن. کسایی که طالب را برادر گفتن. کسایی که سلی رحم نشان دادند به او طالب هایی که در دان دروازه مکتب و مدرسه و دانشگاه و شهر مردم ما و شما آمدن کودک و زن و پیرمرد ما و شما را به قتل رساند یا کسایی که زندانیانشان را رها کردند منظورم همینا هستن بله همینا هستن مسئول و اینا پیش مردم افغانستان مسئول هستن باید پاسخ بدن رهایی زندانیان با فشار امریکا توسط حکومت افغانستان با برگزاری لوی جرگه جرگی ها... که حکومت میگه که درون مایندگان مردم ما مشترک داشتن رها شد حالا مسئول اصلی کی بوده میتان؟ من نمیگم هم که همه امریکا ولی آقای خلیلزاد در این قسمت مقصر هستن متاسفانه آقای خلیلزاد به عنوان یک دیپلمات ارشد ایالات متحده امریکا در مورد افغانستان در مورد طالب ها متاسفانه عمل کردش نادرست بوده شما میبینین قضاوت مردم افغانستان را در مورد آقای خلیلزاد که ازشون نیستن. اما آقای دارن... آیا درس از این مسئله گرفته شده حالا پس از پنج هزار زندانی مسئله هفت هزار زندانی دوباره مطرح میشه فکر میکنین دوباره اشتباه دوبار میکنن به نظر من هرچی فشار ای بار اگر ایالات متحده امریکا وارد بکنه که نمیکنه آقای جو بایدن دیدگاه‌هاش با آقای ترامپ فرق میکنه ولی اگر هر چی وارد بکنه بدون از اینکه آتش بس صورت بگیره بدون از ای که ضمانت بزرگ منطقه‌ای از کشورهایی که حمایت میکنه از طالب ها گرفته شه و به نظر ما آزاد کردنشان تسلیم کردن همه این نظام از بد طالب ها درست آقای بیگ اگر بار دیگر مساله تکرار شود مثل که در 5000 زندانی لوی خواسته شده، و حکومت تصمیم گرفت و فشار وارد شد و بالاخره رها شدن شما من حیث نماینده مردم که ممکن در اوج جرگه اشتراک داشته باشین بر رهایی 7000 زندانی رای خواهید داد یا فکر میکنین که نباید رها شوند اصلا اعتراض اولا یک آتش بس کلی باید صورت بگیره مردم آرزویش آتش بس است در دیگر یک ضمانت قوی بین بین‌المللی صورت بگیره که 7000 زندانی ها باید از البتاا نا شون نا ست از دام ولايات هستن واز دام مملكت ست ن استخباراتها منطقه همش مد ل سال شا مبند ن دست بسار بلندررار بس بس نشد. نشد ملت افغانستان شاید در مقابل او تصمیمی که اینا عجلانه میگرن که میخواین که نظام به طالبا تصمیم بکنن یک مردم توده های عظیم دیگه است که در مقابل تورورست استا استاشا در مقابلشان مبارزه بکنن یعنی در صورت که آتش بس را طالبان نپذیرن رهایی 7000 زندانی خط سرخ است و شما و دیگران دقیقاً برای ما هم خط سرخ است برای ملت افغانستان هم خط سرخ است برای سیاسیون هم اگر این این کارا جناب اگر هشت غنی جناب اگر دیگر رهبرای ما اگر ای موافقه بکنن یک جفای ملی برای ملت افغانستان است درست آقای کهدامنی چقدر این خط سرخ میتونه مستحکم باشه و به خط سبز تبدیل نشه بناظر ما هی بار خېله جدي است احتمال نداره چې دیګر لوی جرګه برگزار شوه او آل شورا یا مصالحه وجود داره گرچه غوته‌های ډاکټر صاحب عبد الله را یع قسمتش واقعاً سوال برانگیز بود بر ما هم در همو جلسه کې دوی سه روز پيش داشتند چې گفتند قربانی نیاز سم ماي قرباني بناظر ما وختش حاله گذشته قرباني را مو دادیم مردمو افغانستان 5000 زندانی را حکومت افغانستان آزاد کرد درست. و قربانی دیگه نیاز نیست آقای باید... راسواسونم به این مسئله اشاره کرده که سیاسون افغانستان حالا با همصدایی میتونن یک تصمیم دشوار بگیرند به خاطر پیشرفت مذاکرات که شاید منظورشان رهایی همین 7000 زندانی است فکر میکنین که حالا چگونه باید حکومت افغانستان سیاسون افغانستان عمل بکنن تا دوباره زندانیان طالبان بدون یک آتش بس رها نشن عمل کرده سه ماه اخیر طالب ها دروازه تصمیم دشوار را بسته کرده بر روی سیاسون افغانستان در سه ماه اخیر طالب های هیچ گونه حسن نیت را نشان ندادند بعد از آزاد شدن پنج هزار زندانیشان اینا بمانند توته های شکسته شیشه بیشتر خشن شدن لحنشان هم تغییر کرد عمل کردشان هم تغییر کرده یعنی نه به طرف مثبت شدن بلکه به طرف شدن آیا در این مسئله اجماع وجود داره که در دا صورت که طالبان آتش بس را نپذیرند رهایی هفت هزار زندانی خط سرخ و تغییر ناپذیر است فکر میکن اجماع در این زمینه وجود داره؟ به نظر اجماع ملی وجود داره بله اما یک تعداد از سیاسیون ما یک تعداد کم هستند متوجه باشین یک تعداد خیلی اندک هستند اینا کسایی هستند که وابسته به همی کشورایی است که اینا که طالبا را تنویل میکنن اونا به دلایل مختلف کوشش میکنن تیشه به نفع طالبا بزنن که درست. او سیاستمدارا افراد منزوی هستند اما اجماع ملی در بین مردم افغانستان و یک جمع کثیر از سیاستمدارا وجود داره درست. که آتش بس خط سرخ ماست درست آقای بیک حالا وقت آتش بس خط سرخ مردم گفتم این شب در صورت ای که آتش بس صورت نگیره رهایی هفت هزار زندانی هم به هیچ مورد, مورد یا توجیه نمیتونه رهاییشان قابل پذیرش باشه فکر میکنین که وقت اجماع ملی وجود داشته باشه آقای قدامنی این مسئله رو مطرح کردن میتونه جلوگیری بکنه از تصمیم کسانی که اگر بخواین بدون آتش بس زندانیان را رها بسازن ا ما یو څه رغټنیستم په حقیقت مینه په افغانستان پښتران غفتم از کوم شی و میتونه ک سوله بیا را مګر یو ټیداد رهبرای کی اصلا واقعا در ګرایښایي دارن بو دولتای استخباراتیای کی فلاند دستباره را در افغانستان داره ملت افغانستان اکثریتش اکثریتش باور داشته واشین در مقابل ترورستای استاد استن او نه میخواین کی در آینده بیا حاکمیت کی 19 سال پیش بدستون بود دیگه نه بیا خای کوشلاقه بهره بجانو خنمه با عزت افغانستان با برادرای بایزت افغانستان درست. و با شخصیت مردم ino مداخله وکنه درس خیل کوتاه تر بگو ان کی رائے هر چی بودا میتون اخای رائے فقط خط سرخ ملت افغانستان آتش بس اس و دیگه نه می خایم کی بدون ضمانت بدون قید و شرط زندانه را شو اقای کوهدمنی از دید شما رائے هر چی است از دید ما اجماع سیاسون افغانستان نیاز است که تمام سیاسیون افغانستان بیان همصدا شوند حتی در صورت فشار بیشتر ایالات متحده امریکا من نیاز می‌بنم که حکومت افغانستان جبهه مردمی مقاومت را ایجاد بکنه حتی اگر هیچ سرباز خارجی در افغانستان نباشد هیچ گونه کمک صورت نگیره از جانب خارجی ها و حکومت افغانستان مردم افغانستان را حکومت افغانستان بیشتر با خود همصدا و همسنگر بسازه ما چاره جز نداریم که ایبار با جنگ فیصله کن در کشور ما صورت بگیره به نظر من در این 19 سال اخیر جنگی که باید صورت میگرفت او جنگ صورت نگرفت با طالب ها فرصت داده شده رفت پیخم برشان و یعنی حالا یکانا رای حل بر پیشرفت پذیرفتن آتش بس از سوی طالبان است بدون شک ممنون از حضورتان آقای گاه و آقای بیگ در برنامه تشکر سلام